بهنام طالبلو پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واکنش به رویداد نتنز میگوید این حادثه هشدار دیگری به جمهوری اسلامی است. اگر ما این را در یک متن تاریخی قرار دهیم ده، فکر میکنم موضوع تازه‌ای نیست. نتنز قلب برنامه سانتریفیوژ ایرانه. مانند بسیاری دیگر از امکانات غنیسازی که اکنون آشکار است و قبلا مخفی بوده و قبلا نیز مورد تخریب سایبری قرار گرفته همه ما ویروس استاکس را که اگر اشتباه نکنم در سال 2010 بود به خاطر میاریم و البته خرابکاری های هم در دیگر تاسیسات ایران در سال گذشته رخ داد و کارخانه تولید سانتریفیوژ ها در نتنز هدف قرار گرفت بنابر این جای تعجب نیست که شما این فعالیت ها را به سازمان های خارجی نسبت میدهید که نتنز را در کانون حملات خود دارند اگر شما این کار را عملیات سایبری بدانید من این را عملیات سایبری هشدار دهنده میدانم زیرا این اتفاق بعد از روزی بود که ایران روز ملی هسته خود را داشت و در آن قرار بود از سانتریفیوش های پیشرفته جدید رو نمایی کند و مجموعه جدیدی از آنها را برای غنیسازی و اورانیوم نصب کند آن هم در نتنز آقای طالب لو معتقد است حادثه نتنز تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای در وین ندارد This is really the the question everyone's been asking and in short I have to say no not at all. این سوالی است که همه اون رو میپرسن و من باید بگم نه به هیچ وجه. ممکن است ایرانیان از این موضوع به عنوان سپری در وین استفاده کنند اما دلایل بسیار بیشتری برای ایران وجود دارد که در مذاکره لجبازی کند تا مسیر فعلی ادامه یابد که همان ادامه تشدید برنامه هسته است تا غرب فشار اقتصادی خود را کاهش دهد از این نظر من فکر می‌کنم هر جنگ سایه‌ای که در منطقه جریان دارد در واقع برای مذاکرات بی اهمیت باشد بهنام طالبلو در پاسخ به این سوال که سرانجام مذاکرات وین را چگونه میبیند میگوید بستگی دارد که دو طرف تا چه حد بر مواضع کنونی پافشاری کنند و انتظار ما از مذاکرات چه باشد واقعا بستگی دارد که تعریف ما از خوب چیست آیا خوب است که ایالات متحده و ایران هرچند غیر مستقیم از طریق اروپایی ها بتوانند مذاکره کنند من فکر می دیپلماسی همیشه عاقلانه است اما دیپلماسی به چه قیمتی اگر غرب از آنچه که از ایران میخواهد کوتاه بیاید و در حالی که ایرانیان همچنان بر رفع تحریم ها اصرار بورزند در مورد توافق طولانی و قوی صحبت نکنند پس این خوب نیست در حال حاضر بر اساس آنچه گزارش شده است هر دو طرف در سطح فنی در حال بررسی این هستند که بازگشت به برجام چگونه خواهد بود این هم در مورد تحریم ها و هم در مورد هسته ای صادق است همچنین هنوز سوالاتی درباره مرحله بندی مطرح است و اینکه چه کسی قدم اول را بردارد صرف قرار دادن دو خط مستقل در کنار یکدیگر همیشه به این معنی نیست که با هم تلاقی کنند